کار من ریسندگی است، کار من نخ را به نخ تابیدن است. چی بدید میاد وقتی نخ را به نخ میتابید؟ میشه ریسمان، میشه تناب، میشه رسن. آنچه می آید پدید ریسمان قرص با هم بودن است. کار من ریسندگی است. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما امیران عزیز ارجمندم. با یکی از دوستان آقای دایی عزیز صحبت میکردم درباره مناظره، میگم میبودی من فقط با کسانی مناظره میکنم که هوادار جمهوری اسلامی هستن، با دوست مناظره نمیکنم. واقعا قاعدتا باید در این دوران، در این دوران تلخ و وحشتناک و دهشت انگیز اون چی داره بر سر میهن ما میاد، همه ما تلاش رو برای باشه نخ رو به نخ بتابیم. قرار است تیغ رو برداریم و ریسمان رو پاره بکنیم. وظیفه همه ماست، وظیفه همه ماست. از همه ابراز احساسات شما سپاسگزارم. الان یک گزارش میداد آقای شهرتی، من تو قبلا از زبان آقای خانم ماریا شنیده بودم دیروز در رادیو. دو بخش از گفتگوی دو شخصیت تغییر زده دکتر پرهام رو درباره رضا شاه بزرگ پخش کردم، چقدر مورد استقبال قرار گرفت، چقدر ممنونم از حسن ظن شما. این الان یه آگهی دارم تلویزیون پارس که از جمهوری اسلامی میخواست جسد ربوده شده رضا شاه، یعنی پیکر مومیایی شده رضا شاه رو به خاک بسپارن و مراسم رسمی. اصلا ما چنین درخواستی نداریم. اول این باید در یک محفظه حفظ بشه، قرار زیر خاک بره، به همین علت مومیایی شده. این باید در یک محفظه قابل دید، یک محفظه شیشه‌ای، در یک محیط مناسب و مساعد برای پیکرهای مومیایی شده قرار بگیره، در معرض دید مردم باشه، مردم در صفحه بیسن او رو ببینن، بشه احترام کنن، تکریم کنن، سپاسگزاری کنن در که در 16 سال چنین اقدامات بزرگ و اثرگذاری رو در مملکت انجام داد. و این کار الان سارا من گزارش داد که یه موج تازهی در ایران شروع شده به نام دختران برسک، دختران که بیرن زیر پل برسک و عکس میگیرن. خب امیران عزیز، بنابراین درخواست ما اینه، روش از خدا شدی جسد بکنن زیر خاک. اما آقای رهبر کره شمالی رو ببینید، خواهش کنم تصویر رو پخش بکنید. 12 تن از محافظانش او رو داره از خط مرزی عبور میکنه. اگر واقعا حسن نیت داشته باشه و کاسه زیر نیم کاسه نباشه، او داره یه اقدام تاریخی انجام میده، سرزمین خودش رو نجات میده. در نهایت شهامت از خط مرزی گذشت و با رهبر کشور دشمن، دشمن شما رو یکی خودش دست داد. نگاه کنه رهبران دو کره نشون میده دنیا تغییر پیدا کرد. این اتفاق خیلی مهم بود، برخی معتقدن در حد فروپاشی دیوار برلین، در حد فروپاشید. و من مطمئنم که امروز میلیون ها قلب در کره داره میتپه، در کره شمالی داره، که بلکه این دیدار منجر بشه به باز شدن درهای اقتصاد این کشور، این مملکت هم شکوفا بشه همانند سرزمین برادر خودش کره جنوبی. این هر دو از یک قوم و قبیله. جمهوری اسلامی سرش پیکولاه مونده. به نظرم این حادثه، این صحنه خیلی جمهوری اسلامی نگران کرده، در حدی که آقای آملی، آیت الله آملی، یکی از چهره های کلیدی روحانیت میگه ما اگر فرار کنیم کجا بریم، و اعتراف میکنه که عده‌ای در ایران، عده‌ای از مسئولان در ایران پیشاپیش برای خودشون جایی رو در کشورهای دیگر دنیا در نظر گرفتن. آقای دایی عزیز درود بر شما. سلام دارم خدمتتون و سلام به همه بینندگان عزیز. امیدوارم حال شما خوب باشه. به لطفتون ممنون. هر 84 ساعت
یک میلیارد تومان خرج یک بنگاه انگلیست اسم شورای نگهبان، هر 84 ساعت یک میلیارد تومان. رئیس و مدیرش هم که آقای جنتی از سال 1971 تا به امروز، ما 77 یک پیر مرد 92 ساله که به آستانه 93 سالگی رسیده، یک دستگاه انگلی فاسد درد سرساز که فقط برای تحکیم یک نظام جبار دیکتاتوری بنیان گذاشته شده. در برنامه سارا ایرانی عزیزم با ماست، همینم دو گزارش داره. گزارش آقای نصر رو با هم گوش میکنیم، ببینیم که حالا او چی میگه درباره برجام. به نظرم خیلی جالب حرفای نصر و میتونید بفهمید که الان در ذهن حکومت جمهوری اسلامی چه میگذره. آقای امیدوارم حال شما خوب باشه، لطف کردید، آرزوی سلامت و بهروزی دارم برای دوست نازنین آقای دایی، یکی از چهره‌های برجسته سیاسی ما که دائما هم سرگرم کار دائمی واقعا، و نمیدونم چقدر وقت میاره دایی دایی بخواهد با 24 سال داریم شبانه روز، من آقای دایی فکر میکنم بودید مثلا 30-40 ساعت از شبانه روز. آقای دایی خسته نباشید، لطفا محبت دارید، خواهش میکنم. آقای دایی بگذاریم، حالا مسائل بین‌المللی هست، میتونیم راجع به صحبت، روی حرفهای آمولی خیلی شنیدنی است. جوادی آمولی واقعش اینه که من بارها گفتم خدمتتون، به خصوص خود ماها که در خارج کشور هستیم با احتیاط بیشتری برخورد میکنیم که مبادا اغراق نکنیم در بیان ورشکستگی جمهوری اسلامی، اغراق نکنیم، امید بیهوده به مردم ندیم که این حکومت در حال سقوطه. ولی وقتی که از زبان خود مسئولی میشنویم که همین جوادی آقامولی گفته مردم ما رو به دریا خواهند ریخت و ما راه فراری هم نداریم اگر قیام بکنن، از فقر و فلاکت صحبت هایی که نمایندگان مجلس میکنن، دیگر مسئولین میکنن، نگرانی هایی که اونها دارن، واقعش اینه که بدون تردید میشه گفت که جمهوری اسلامی، عرض کردم این چند نکته ای که با همه، یکی این که ورشکسته است، دومی که در این در بنبستی قرار داره که برای خروج از این ورشکستگی راهی موجود نیست، و مهمتر از همه مردمی رو درک کردن که در چارچوب این نظام مشکلاتشون حل نمیشه، دنبال پیدا کردن راه حل در خارج از نظام هم به خیابان آمدن. یعنی مجموع ورشکستگی و بنبست از یک طرف و حضور مردم به عنوان یک قیام آتش زیر خاکستر که خاموش شدنی نیست، هر جا به یک صورت خودش نشون میده. هر موضوعی رو بخوام نگاه بکنیم، برجام، نمیدونم سفر ظریف، هرچی، همه رو باید در این ظرف، در چارچوب این دوتا با هم نگاه کرد. وضعشون واقعا خرابه. من این گزارشات تلویزیون جمهوری اسلامی رو مرتب جزو کارامه که مهماش رو دانلود میکنم، ذخیره میکنم در پوشه‌های مخصوص. واقعش اینه که اینقدر اینها خودشون نگرانن. هفته پیش در مجلس شورا تمام سران سه قوه مسئول و مسئولین اصلی حضور داشتن پشت درهای بسته، دیدم یکی از این نمایندگان اردو تلویزیون که خب نتیجه به اصطلاح بحثاتون چی بود، گفت بله ما خب نگرانیم که 12 ماه می که تکلیف برجام معلوم میشه چه خواهد شد با این مشکلات که داریم، همه ما نگران بودیم. البته آقای روحانی گفتن که ما برای همه سناریوها راه حلی داریم و نگران نباید باشن مردم، و مردم که نگران نیستن، خودشون نگرانن، ولی نشون میده چه وضعیتی ندارن و همه سناریوهای ممکن آدم بغل هم میذاره. تحولاتی که قراره در ماها و امثال اتفاق بیفته به خصوص، میبینیم رو به بدتر شدنه. هیچ چشمانداز تحول مثبتی که بتونه به نفع جمهوری اسلامی عمل بکنه من نمیبینم. آقای دایی یک نکته دیگر ایشون با صراحت میگه، میگه عده ای پیشاپیش جا برای خودشون ذخیره کردن. این اعتراف خیلی مهلکه برای حکومت نیست؟ خب بله دیگه، این خودش حرفی که در روز پیش مسئولین زدن که نمیدونم 30 میلیارد چقدر در این چند وقت خارج شده از مملکت. الان شما تشبه در کانادا
انگلستان، این دو کشوری هستن که خب خیلی از اینها رفتن اونجا ملیت گرفتن. یکی در کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی بلاروس و اینجور جاها سرمایه‌گذاری های بسیار کلانی کرده، یعنی اصلا یه مافیای بین المللی پولی، همه چند تا پاسپورت تو جیبشون. این صدر هاشمی هفته پیش تو اسناد دادستان دوک وقاص فقط از سنکیس، خود صدر همین جوان، 4 تا پاسپورت سنکیس داشته، 4 تا با تاریخ تولدهای مختلف، همشون پاسپورت های مختلف دارن، پولا رو آوردن آمادن. خب این نشون میده خود اونا به آیندهشون اطمینان ندارن. داریم آقای دایی گفتگو میکنیم، امیرانا برنامه رو پی میگیریم. آقای دایی عزیز، این آقای قاسم سلیمانی اینگونه که خبر بیرون درس کرده، پیشنهاد داده هم به شورای امنیت ملی، هم به سران نظام و هم به فرماندهان سپاه پاسداران، که تنها راه برون رفت از بحران موجود ایجاد یک جنگ منطقه است در برابر اسرائیل. امروز هم حساسیت ها در وزارت دفاع بیشتر شده، یعنی اونها دارن به این نتیجه میرسن که این جنگ احتمالی است، یعنی هر لحظه ممکنه یک درگیری نظامی بین کشور اسرائیل و جمهوری اسلامی در خاک سوریه در بگیره. میخوام ببینم تا چه حد برای این گزارشات اعتبار قائلید. اصلا که کارشناسان مختلف که نگاه میکنن به احتمال بروز جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی که از سوریه و لبنان ممکنه شروع بشه و گسترش پیدا بکنه، خیلی جدی میگن، چون میگن تمام فاکتورهایی که میتونه به بروز جنگ منجر بشه وجود داره و این فاکتورها داره تقویت میشه. جنرال ماتیس هم در جلسه که در کنگره داشت، در استماعی که بود، مشخصا این احتمال رو بسیار بالا دونست، جنرال ماتیس وزیر دفاع آمریکا. این یک مسئله بسیار جدی. ببینید جمهوری اسلامی واقعش اینه که همیشه سیاست فرار به جلو رو انتخاب کرده. یعنی همیشه با بحران خارجی، اولش که خمینی اومد که خب با گروگانگیری شروع کرد تا بتونه تضادی که بین آخوندها و پاسدارها یه طرف با جامعه ایران، جامعه پایان قرن بیستمی ایران که حکومت آخوندی نمیخواست، برای اینکه این رو سرپوش بگذاره، این جنگ دعوای با آمریکا رو انداخت، از دیوار سفارت رفتن بالا، بعد جنگ با عراق به دادشون رسید، موهبت الهی. من یادم موقعی که آتش بس با عراق جام زهر رو خمینی نوشید، فرمان قتل سلمان رشدی رو داد. اصلا ببینید با عقل جور در نمی اومد که بابا بالاخره شما که جنگ تموم شده احتیاج به سازندگی دارید، بعد کمپانی های غربی بیان، روابط خوب با اروپا باید داشته باشید. فتوای قتل سلمان رشدی رو خمینی صادر کرد، روابط با اروپا به هم ریخت، همش فهمه. ولی اینجوری تونست نیرو جمع بکنه داخل، نیروهایی که پس از شکست در جنگ ایران و عراق، اینها از نظر روحی بسیار ضعیف شده بودن، دیگه پشت حکومت نبودن. اصلا دخالت در منطقه، جنگ خیالی با اسرائیل، نه کمک میکنه به داخل. حالا این واقعا این بحث هست در داخل، دو نظریه هست. یکی این که دیدم تاج‌زاده و اینها نوشته بودن توی توییتراشون اینها که ما سالها قبل به رهبر گفتیم آقا سر مسئله هسته‌ای کوتاه بیا، ایشون قبول نکرد، اینقدر تحریم شد، اقتصاد ویران شد، تا آخرش پذیرفت که نرمش قهرمانی. الان هم داریم چند سال میگیم آقا باید برجام منطقه‌ای رو بپذیم، یعنی بیایم بیرون. ایشون گوش نمیکنه و کارو به جای خواهد رسون که با شکست کامل خارج بشیم و خطرات کل نظام رو تهدید میکنه با این حرفی که میزنن. خب این یه نظریه است. ایده واقعا برای این اعتقادن که آقا ما باید به جای بریم که این مسئله رو از روز زمین برده. ولی در مقابل سپاه و اینا اصلا نظر دیگه‌ای دارن. واقعش نه، من خودم وقتی که فعالیت های سپاه رو دنبال میکنم در سوریه و عراق، سرمایه گذاری هایی که میکنن، پایگاه هایی که میزنن، اصلا قصد اینها برگشت نیست، تقلیل نیست، تقلیل حضور نیست، بحث استراتژیک دراز مدته، اون هم بر اساس نوعی از حضور در سوریه و عراق و لبنان که تخاصم با اسرائیل و کشور منطقه رو افزایش میده و بدون تردید به جنگ منجر خواهد شد. در این نباید تردید کرد. من حدسم اینه که در انتخابات ششم ماه می در لبنان و دوازدهم ماه می در عراق، جمهوری اسلامی
نسبت به گذشته موفقیت بیشتری خواهد داشت. یعنی متحدانش در انتخابات پارلمانی دست بالاتری دارن، با کمک پولایی که خرج میکنن، ارعابی که دارن، اتحادایی که جور میکنن با آدمایی که بهشون رشوه دادن. این اتفاقا به ضرر جمهوری اسلامیه. ببینید وقتی که اوباما تو منطقه هی کشید عقب، جمهوری اسلامی راه خودش رو باز جلوش رو باز دید، هی رفته جلو. تمام منطقه از دریای مدیترانه لبنان بگیرید تا یمن حضور نظامی دارید. خب یک کشور ورشکسته با این حضور نظامی، شما فکر کردی که به شما کادو داده اوباما؟ در صورتی که یک تله است، نه که او مخصوصا تله رو برات چیده باشه. شما راه رو باز دیدی، رفتی جلو، الان به جای رسیدی، فکر میکنی پیروزی، مثلا تو لبنان و یمن آدم داری برای خودت، پیروزی. اقتصاد داره برش میشکنه. دیروز دیدم که مسئولین میگفتن در سنا 2 میلیارد در سال حداقل داره جمهوری اسلامی برای گروه های فقط میلیشیا داره خرج میکنه. منظور من چیه؟ منظور من اینه که راه حلی که قاسم سلیمانی میگن، اگه به جنگ هم منجر نشه، اگه جنگ منجر شه که تردید نکنید سقوط اینا به چند ماه نخواهد کشید، ولی اگر جنگ هم نشه، با این گسترشی که اینا دارن، دارن آرام آرام، یعنی جنگ فرسایشی که نابودشون خواهد کرد. حکومت های دیکتاتوری که برای پوشاندن مشکلات خودشون به بحران و جنگ خارجی متوسل میشن، آخرش هم قربانی همون خواهد شد. و جمهوری اسلامی این سیاستی که دارن میرن، کارهایی که دارن میکنن، نشان از این مسئله، نشان از برجام منطقه‌ای و عقب نشینی نیست، نشان فرار به جلو. این فرار به جلو در شرایطی که آملی خودش داره میگه مردم ما رو به دریا میریزن، یعنی در شرایط ورشکستگی نظام، تردید نباید کرد که سقوط حکومت رو تسریع میکنه، سریعترش خواهد کرد. یکی از پرسش هایی که در چند روز اخیر مطرح بود، اشپیگر رو میخوندم، تحلیلگران کره میگفتن که چی شد که ناگهان کیم یونگ دست به عصا شد؟ یکی یک عنصر تهدیدگر در منطقه بود، به ویژه در آسیای دور. چی شد چین کوتاه آمد؟ چی شد روسیه کوتاه آمد؟ بالاخره این کره شمالی عامل رفاق بوده از فکر کنید دهه 50 تا به امروز، چیز بالای 60 سال تمام این درگیری وجود داشته. این صحنه فکر می‌کنم جمهوری اسلامی خیلی نگران کنه، صحنه دست دادن رهبران دو کره. به هر حال بینش هستن که یعنی چینی های قضیه رو فاش کردن. آقا این تاسیسات کوهستانی که کره ساخته بود، مثل تاسیسات کوهستانی اتمی سپاه پاسداران در نزدیکی قم، این بعد از اینکه آزمایش آخرین آزمایش اتمی صورت میگیره، دقایقی بعد زمین لرزه شدیدی اونجا رخ میده که منجر میشه به تخریب تمام این تاسیسات کوهستانی و زیر زمین. یعنی کره شمالی پایگاه اتمی خودش رو از دست میده. بر روی نظر اینها این که کره شمالی با تمام وجود وارد این بازی اخیر شده، کلکی هم نیست و ترفندی هم وجود نداره، کاسه هم زیر نیم کاسه نیست. آقای دایی عزیز، این اتفاق به هر حال کره متحد موشکی و متحد اتمی جمهوری اسلامی بوده، این اتفاق چطور شما ارزیابی میکنید؟ خب طبیعتا اگر به ثمر برسه، چون بالاخره تردید هنوز وجود داره، بدون شک به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود. یه مسئله که به نظر من باید توجه داشت اینه که به طور کلی در آسیا چین حرف اول میزنه. چین قدرت روبه بالاست، روبه جلوه. چین طبیعتاً دنبال اینه که آمریکا از شبه جزیره کره خارج بشه به طور کلی. یعنی اگه این مسئله حل بشه، تا هر حدی هم حل بشه و آمریکا خارج بشه، یه پیروزی برای چین. آمریکا با سیاست انزوایی که پیش گرفته، به خصوص اون به اصطلاح اتحاد تجاری که با نزدیک 40 کشور آسیایی در زمان آقای اوباما پیشنویسش درست شده، انجام شده و خارج شده آقای اوباما، که اونها در مقابله با چین بود، در مقابله قدرت فضل چین بود، چین داره حرف اول میزن. بنابراین یه تحولاتی هست که گاه گاهی میشه فقط مجزا نگاه کرد،
ولی باید در ظرف تاریخی خودش. مثلا سفر نیکسون به چین در دهه 70 در حقیقت یه تحول استراتژیک و ژئوپلیتیکی در کل جهان بود، ولی ظهور چین بود به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای و بعدش هم ابرقدرت جهانی. اگر این اتفاق در کره بیفته، اینو باید در اول در این زمینه نگاه کرد که بالاخره چین چه قدرتی پیدا خواهد کرد. این بسیار مهمه برای چین، بسیار مهمه که این مسئله حل بشه. دنبال درگیری نیست، دنبال حضور آمریکا در منطقه نیست. این یکی از مسائل بسیار مهمه به اعتقاد من. آینده جهان رو اگر میگم، این تردیدهای بسیار جدی وجود داره چون از این بازی‌ها زیاد بوده، ولی این بار به نظر میسه که چون کره شمالی به توان هسته‌ای به حد کافی دست یافته و در ضمن تحریم‌ها پدرش رو در آورده و چین هم داره فشار میاره، مجبور شده که این اقدامات رو بکنه. حالا به کجا خواهد رسید خواهیم دید، ولی به نظر من در دراز مدت برنده اصلی از این تحولات اگه به سمت مثبت بره، برنده اصلیش ابرقدرت چینه در آسیا و در کل جهان خواهد بود. درسته، این صحنه خیلی صحنه چاله، یک صحنه تاریخی است و امیدوارم که پیامدهاش برای مردم کره شمالی مثبت باشه، چون چهارها 60 سال در بدبختی و بینوایی و جنگ و بیخانمانی و فقر و علفخواری به سر میبرد و یک نظام دیکتاتوری دهشتناک. به حال امیدوارم عقل سلیم کار خودش انجام بده. مناظره، گفتگو، همیانان و بعد پیامدهاش. یادتون باشه که ارتش سایبری در ایران بیکار نیست. اگر خوب بشینید تجزیه و تحلیل بکنید، مجموعه کامنت هایی که روی شبکه های اجتماعی گذاشته میشه، متوجه میشید که اغلب یک نفر سعی میکنه نقش 100,000 نفر رو بازی بکنه. یک نفر نقش 100,000 نفر. برید شما توجه کنید، یعنی این شبکه های اجتماعی شده محلی برای ایجاد نفاق، ایجاد جدائی، ایجاد دشمنی، حتی خصومت و بعد کانون فحاشی و دشنام، اونم از نوع زشترینش. یعنی میشه کار ایرانیان خارج از کشور نیست، در این تردید نکنید، یا اگر باشه کار کسانیست که منتصبن به دستگاه و به حکومت. البته پاره کامنت هم هست که مال مردمان معمولیست که میشینن مسائل رو به طور علمی و عقلی قیاس میکنن، نظرشون میگن، برخی هم به طور عاطفی فقیره میکنه، ولی در نهایت ادب و نزاکت. آقای هدایی، من از شما سوال کردم که آیا حاضر به مناظره هستید؟ گفتید من با دوست مناظره نمی کنم، ولی با مخالف خودم مناظره می کنم. من با طرفداران جمهوری اسلامی مناظره می کنم، ولی با شخصیت های اپوزیسیون از هر طیف مصاحبه نمی کنم. خواهش می کنم توضیح بدید بیشتر در این باره، و بعد نقش این شبکه های اجتماعی و بعد این کامنت گذاری ها و ارتش سایبری در ایران چقدر فعاله. هر یه نفر سعی میکنه نقش 100 نفر رو بازی کنه، 1000 نفر رو، گاه 10,000، گاه 100,000 نفر رو. بفرمایید. عرض کنم که به طور کلی آقای مهودی علی، من همیشه گفتم که ما یه مسئله مهم داریم تو مملکت و مشکل عظیم داریم و این هم این حکومته در حال حاضر. ما تجربیات تو این یک قرن گذشته بالا و پایین های زیاد داشتیم، تجربیات زیادی داشتیم، اختلافات زیادی داشتیم، الان رسیدیم به اینجا. برای همه ماها که با هم اختلاف داریم یه دشمن وجود داره، در این یکی تردیدی نیست، و اونم این حکومت. من اعتقاد دارم که در اینم تردیدی نیست که بخش عمده کسانی که با این حکومت مبارزه میکنن دغدغه ایران رو دارن. حالا هر کی با زبان خودش، با دید خودش، با دیدگاه خودش. ما باید به این سمت بریم که امیدوار باشیم در ایران آینده واقعا همه افکار در تصمیم گیری ها حضور داشته باشن، یه مجلسی داشته باشیم که تمام این گرایشات توش باشه. به گذشته من همیشه کمتر رفتم، هر بارم که رفتم صحبت گذشته شده پشیمون شدم، چون دیدم که بحثایی که توش در میاد و دامن میزنن.
رجوع به گذشته تا حدی کافیه که ما رو برای آینده کمک بکنه. در مورد دعواهای آینده هم به نظر من نباید از یه حدی بیشترش کرد، چون باز هم مسئله امروز ما رو به نظرم حل میکنه. این همه اینا درست، من اعتقاد دارم اون چیزی که ما رو میتونه به هم پیوند بزن آقای مهودی عزیز، واقعش اینه که همکاری همه است برای مبارزه با این حکومت. من این هفته که جواد ظریف اومده بود در نیویورک، رفتیم اونجا، دیدم که خب یه عده از ایرانیان فقط هم با پرچم ایران تظاهرات میکردن علیه حضور جواد ظریف. حالا تصور بکنید این جمعیتی که بود 10 برابر بود، تصور کنید که در همه شهرهای دنیا، تصور بکنید الان تو کنگره آمریکا، الان نگاه میکردم کارهایی که نایاک برای 2 ماه آینده برنامه داره، چون میفرستن دوستان برای من، دیدم چند تا جلسه داره، چه دیدارهایی داره. مثلا تصور کنید تو کنگره آمریکا، تو پارلمان اروپا، تو کشورهای مختلف و شهرهای مختلف هموطنانم و با گرایشات مختلف با هم میشستن، آقا تو این گروهی، من این گروه، خب بریم فردا همگی دیدار بکنیم با نماینده کنگره، بگیم آقا ما اینترنت آزاد میخوایم، اینا الان تلگرام هم بستن، کمک بکنیم در این زمینه، آقا بیام صدا و سیما رو ما تحریم بکنه آمریکا، آقا این کارو بکنیم، جواد ظریف رو راه ندیم. بالاخره این کارا رو همه مردمی که گرفتارن، اونا که در خارجن، این کارا رو میکنن دیگه. اگر همه آدم ها، همه گروه ها با گرایشات مختلف بیام سر این کارا، این فعالیت ها، که در این که دیگه شرکی نیست که هممون میخوام اینترنت آزاد بشه، صدا و سیما، یه چیزایی که مشترکیم، بیام سر اینا کار کنیم، باور کنید اعتماد مردم بیشتر جلب میشه، زمینه همکاری بین گروه های دیگه بیشتر میشه. من همیشه اینطور نگاه کردم. البته خوب بحث و گفتگو خوبه، برنامه شما بالاخره برنامه ای که جا افتاده، نگاه میکنن، ارزش داره، حالا ممکنه بالا پایین هم داشته باشه، ولی در مجموع شما به خودتون نباید بگیرید. بالاخره این بحث ها و گفتگو هم هست و اتفاقا الان یه مقداری فرصت شد که ببینیم که چقدر وقتی که این بحث از یه حدی میره بالاتر ضررش بیشتر از فایدهشه. یه مقداری همه بیام یه مقدار این بحثا رو کمتر بکنیم، در کنار هم باشیم، با دید مثبت‌تری به قضیه نگاه بکنیم، همه سود خواهند برد و این حکومت درست می‌فهمه. ارتش سایبری مصیبتی است، ما دست کم می‌گیریم. اینا چه کار دارن می‌کنن؟ آدم می‌فرستن، نشستن کامنت میدن، حالا انتظار اولشه در تمام گروه ها سعی میکنن نفوذ کنن، به جان هم بندازن. ما نباید به نظر من ماها نباید میدان بدیم. خود منم از این اشتباهات زیاد کردم، اینکه من میگم من نمی کنم به خاطر اینکه خودم کردم این اشتباه، میبینم نتیجه منفی کار خودم رو. هر جا وارد این بحث ها شدم، در مورد زمان قبل از انقلاب، در مورد اختلافات که بوده همش میبینم از توش بیشتر از اینکه روشنگری و کمک به علم باشه دعوت توش در میاد. و وقتی اغلب میان به تلویزیون و یا به رادیو فرق نمیکنه، از دوستانی که مثلا پای تلفن ها هستن تمام 20 در تمام روز، مثل آقای امیر شورتی هست که دائما با مردم در ارتباط دارن زنگ میزنن، ماریا هست، فرشته خانم، خود آقای شجره، میپرسن مثلا راجع به برنامه دیروز چی شد، چه اتفاقاتی افتاد، یه مزنه ای دستم میاد. مثلا تعداد تلفن ها، کسانی که نظرشون دادن، بعد یه مقایسه میکنم با اون چی که تو شبکه‌ها داره میگذره، کاملا معکوسه. اینجا طبیعی است، نشون میده که مردم به طور طبیعی چی دارن فکر میکنن. میانگین به اصطلاح میانگین باور و دیدونها چی بوده، چه خاصی داشتن، این دستگیرم میشه. ولی وقتی میرم اونجا میبینم به اونا فعال شدن، یعنی کاملا نتیجه معکوسه. خب مظلوم میشم. شما نگاه کنید مثلا گاهی از کامنت هایی که متن یکیست اما خطاب به یه نفر دیگه است، مثلا یه چیز نمیشتر فکر کنم آقای دایی، علیه آقای دایی، همون از همین متن استفاده کردن، اسمان نوشتن بالاش. بخواه بهتون بگم که اینا حتی به فرمول بندی رسیدن، وقت زیادی ندارن، چون یه نفر قراره منزه 10,000 نفر کامنت بده، یا 2 نفر قراره که بنشینه تا پس اون فردا 1,000,000 نمیدونم نظریه و کامنت بفرستن روی شبکه های اجتماعی. اینا هست، باید دقت بکنیم، ما باید هوشیار باشیم.
هوشیار بشیم هم یعنیان عزیز و عرشمندم و اجازه ندیم که دیگران بر ما اثرگذار بشن یا بین ما تفرقه ایجاد بکنن یا ما رو از هم جدا بکنن. ما جدا ناشدنی هستیم. کار این برنامه هم ریسندگی همچه خدمت کن نخراب نختابیدن است. آنچه می آید پدید ریسمان قرص با هم بودن است. با هم بودن وظیفه همه ماست. با آقای دایی عزیز هستیم. سارا خانم عزیز امروز با ماست هم یعنان هم گزارش سارا خانم رو گوش خواهیم کرد. نظر آقای دایی رو جویا میشم. حرف آقای ولی نصره یکی از مشاوران پرزیدنت اوباما بر سر مسائل ایران و خاورمیانه امروز اینه در نشریه اتلانتیک حرفش اینه. حالا سارا خانم گزارش کامل رو به شما خواهد داد. چه آقا آمریکا دنبال لغو برجام نیست، دنبال چیزی بیشتر از اونه. هدف آمریکا رژیم شنجه. ببینم نظر آقای دایی چیه و هشدار میده به آمریکایی‌ها که اگر تصمیم داشته باشید خروج بکنید اون وقت جمهوری اسلامی در واقع ما ایشان درست‌تره هم دوباره برمیگردیم به تولید سلاح‌های هسته‌ای هم از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج میشیم. یعنی داره هشدار میده و تهدید میکنه، همون چیزی که ما امروز از زبان مسئولا در ایران هم میشنویم. برمیگردیم با آقای دایی عزیز خواهیم بود. همینطور که خدمتتون عرض کردم درخواست ما اینه که درخواست ایرانی ها اینه که پیکر بومیایی شده رضا شاه کبیر در محفظه مناسب قرار بگیره، چون قرار نیست به خاک سپرده بشه. این به خاک سپرده قرار سپرده بشه که نقض غلظش اون رو مومیایی نمیکرد، مومیایی کردن برای اینکه این جسد ماندگار بشه، مردم برن نسبت بهش ادای احترام بکنن. مجسمه لنین داریم، خیلی هست، خیلی شخصیت های تاریخی که پیکرشون مومیایی شده. فکر کنم کیم ایل سونگ هم همینه، رهبر مادام العمر کره شمالی، رهبر ابدی کره شمالی، بهش میگن رهبر ابدی کره شمالی هم مومیایی شده باشه. به هر روی و این کار هر کسی نیست، رو تحویل کارشناسان میدن. بهترین کارشناسان همینطور که نوزری گفتن فرانسوی ها هستن، اونا بزرگترین کارشناسان در زمینه مومیایی شناسی هستن و در این رشته کار کردن، تجربه دارن به طور سنتی از زمان ناپلئون و ناپارتا به. خب اجازه با آقای دایی بریم به سراغ سارا خانم ایرانی. گزارش سارا خانم رو گوش کنیم. همیانان ارجمندم گزارش سارا خانم هم از نشریه اتلانتیک و پولیتیکو. درود بر شما سارا خانم ایرانی. درود بر شما جناب آقای میبودی و درود به شنوندگان و بینندگان محترم برنامه یاران. درود به خدمت جناب دایی و با درود و سپاس از مهندس شهرتی ارجمند. آقای میبودی یکی از اون عکس اون دخترانی که برای منم فرستاده بودن برای اتاق فرمان فرستادم. دختران پل ورسک؟ بله، یک دستم رسیده بود. یکی از دو بگذارید یه نمونه رو بذارید خواهش میکنم. دختران پل ورسک هم نگاه کنید، به نشانه احترام و اعزاز رضا شاه، یکی از سرداران بزرگ تاریخ میهن مملکت. بله ممنون، بفرمایید. بهش میکنم به خاطر اینکه اینها وقتی که دختران میرفتن در بلندی میستادن روی این چیزای برق رو که صاف بود اینها رو به شکلی در بردن که دختران نتونن بیستن و این روش جدیدیه دیدم. خیلی عالی، امیدوارم که همم از پشت خودشون نشون بدن، نه با چهره، نیازی نیست. بله، یکی هم دیدم زیرش نوشته بود که مرده او زنده تر از ماست. بله. ببخشید. بله، دو تا مطلب داریم همونطور که عرض کردم خدمتتون. در مطلب پولیتیکو در ارتباط با سفر مکرون و چگونگی متقاعد کردن ترامپ آمده، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در واکنش به دو موضوع بسیار مهم به واشنگتن آمد. نخست حفظ نیروهای نظامی امریکا در سوریه. دو، متقاعد کردن ترامپ در حفظ برجام. به باور مطلب پولیتیکو رئیس جمهور فرانسه
برای متقاعد کردن رئیس جمهور امریکا در دو موضوع ذکر شده مشکلات فراوانی دارد. تنها شانس او این است که نظرات کاخ سفید تأمین و امتیازاتی برای ترامپ و حزب جمهوری خواه در بر داشته باشد. این بر کسی پوشیده نیست. میگوید که دولت وقت فرانسه از روز نخست به طور خصوصی کمبودها و نواقص توافق هسته‌ای را در زمینه‌های محدود کردن فناوری‌های هسته‌ای، بازرسی‌های مکرر و نامحدود، گسترش نفوذ رژیم در منطقه را به هیئت مذاکره کننده آمریکایی متذکر می‌شد. اما کابینه اوباما تصمیم گرفته بود با دادن امتیازاتی به جمهوری اسلامی به این توافق دست یابد. در مطلب پولیتیکو آمده، ماکرون تا کنون بر دو اصل با ترامپ و شاهزاده محمد بن سلمان بر سر محدود کردن برنامه‌های موشکی و گسترش نفوذ منطقه‌ای رژیم تهران به توافق رسیده. اما با توجه خاصی که فرانسویان و دولت ماکرون به سوریه دارد، تلاش می‌کنند تا امریکا را در مقابله با حمایت تهران از بشار اسد همراه خود داشته باشند. به نوشته پولیتیکو، امانوئل ماکرون به چیزی بیش از استقرار نیروهای امریکایی در سوریه نیاز دارد، چون تا زمانی که پولهای ایران در حبس بشار اسد در قدرت، ارتش سایه حزب الله لبنان، سپاه قدس و طیف وسیع از شبه نظامیان شیعه چند ملیتی و گسترش جنگهای فرقه‌ای در منطقه هزینه می شود، اسد در قدرت باقی می ماند و می تواند به ظهور و انسجام مجدد داعش هم منتهی شود. معتقد است سناریوی ذکر شده نه در جهت ثبات و امنیت منطقه است و نه در جهت منافع و امنیت فرانسه و امریکا. لذا خلع سلاح مالی جمهوری اسلامی که سرچشمه تمام بی‌ثباتی و ناآرامی‌های منطقه است را باید هدف قرار داد. میگوید از دیدگاه ترامپ موضع فرانسه در حفظ برجام و اهدافی که در سوریه میخواهد دنبال کند در تعارض است. ماکرون از ترامپ میخواهد که نیروهای امریکا در سوریه بمانند، اما با حمایتش از برجام و عدم همکاری در تحمیل مجدد تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی که عامل تعیین کننده در حفظ بشار اسد جنایتکار در قدرت و توسعه و نفوذ گسترش هلال شیعی که دستمایه جنگ های فرقه‌ای است، کمکی به استقرار ثبات امنیت در سوریه و منطقه نمی کند. به باور مطلب پولیتیکو، پرزیدنت ترامپ حاضر نخواهد شد نیروهای نظامی امریکا را برای مدت نامحدودی در سوریه مستقر کند، مگر اینکه بتواند به مردم امریکا نشان بدهد که متحدینی چون فرانسه حاضر به همکاری و حل مشکلند. نتیجه میگیرد برای اینکه ماکرون بتواند ترامپ را در این چالش بزرگ همراه و امنیت و استراتژی پاریس و واشنگتن را در منطقه تقویت کند، باید آماده باشد تا تحریم ها را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی بازگرداند. و اما آخرین مطلب ولی نصر با عنوان بازگشت گروه خواهان تغییر رژیم در ایران از اندیشکده اتلانتیک. ولی نصر میگوید شاخص‌ترین منتقدان برجام در سیاست خارجی امریکا بر این باورند که هدف نهایی امریکا نباید در منزوی کردن و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خلاصه بشود، بلکه هدف باید تغییر رژیم تهران باشد. میگوید این روزها پیشاهنگان تغییر رژیم از جنگ عراق درس نگرفتند و جان بولتون که سال هاست از تغییر رژیم در ایران حمایت کرده، کسی که اخیراً اظهار داشته که تغییر رژیم باید هدف اصلی سیاست خارجی کاخ سفید باشد، را به عنوان مشاور امنیت ملی برگزیدند. میگوید با تظاهرات سراسری ضد دولتی اخیر در پایان زمستان گذشته در ایران، مدافعان تغییر رژیم در امریکا بیشتر وسوسه شدند تا با خارج شدن از برجام فشارهای بیشتری بر رژیم تهران تحمیل کنند. و میگوید بدون تایید برجام جذب سرمایه خارجی ممکن نمی شود و وضعیت و شرایط اقتصادی مردم را دو چندان بدتر می کند.
میگوید در آخر ماه گذشته شاهد سقوط ارزش ریال در قبال ارزهای معتبر بودیم، ولی ولی نصر به نوعی هشدار می‌دهد که چنین تصمیمی می‌تواند پیامد و عواقب وخیمی هم در ایران و هم در منطقه در پی داشته باشد. به باور ولی نصر از زمان تظاهرات ضد دولتی مردم ایران، دولت ترامپ به این نتیجه رسیده که حاکمان رژیم بیش از هر زمانی آسیب پذیر شدند و می شود با فشارهای اقتصادی بیشتر نظام را در معرض تهدید فروپاشی قرار داد. میگوید عبور از برجام همراه را برای تحریم‌های بین المللی بیشتر برای رژیم هموار می‌کند و هم مقابله با رژیم از حمایت بشار اسد در سوریه و فناوری‌های موشکی را در دستور کار قرار می‌دهد. به باور ولی نصر چنین فرایندی می‌تواند جمهوری اسلامی را بالکل از بورس جهانی نفت خارج کند و دولت ترامپ با اعتقاد به این است که رژیم تهران آسیب پذیر و آماده تسلیم است، می تواند نکات مورد نظر را در بازنگری برجام تحمیل کند. ولی به باور ولی نصر این استراتژی خطرناکی است. میگوید دولت باراک اوباما تا مذاکرات هسته‌ای را رهبری میکرد در این فرایند متعهد شده بود که تغییر رژیم در دستور کار نخواهد بود. اگر پرزیدنت ترامپ هم به دنبال بازنگری و توافق هسته‌ای بهتر باشد و هم مرحله به مرحله به دنبال تغییر رژیم، مشکل بتوان از طریق دیپلماتیک به یک توافق جدی رسید و نتیجه میگیرد. حتی اگر ترامپ به تغییر رژیم تهران موفق شود، ممکن است نتیجه آن چیزی نباشد که خواسته اوست. میگوید عبور از برجام و تحمیل فشارهای اقتصادی بیشتر بیش از بیش به تضعیف مواضع و انزوای اعتدالگرایان و عملگرایان که خواهان تعامل با غربند و انسجام بیشتر سپاه پاسداران و متحدین تندروی آنها خواهد انجامید. و قبل از اینکه چنین رویدادی اتفاق بیفتد، بی‌ثباتی که واشنگتن امیدوار است در ایران ظهور کند ممکن است در کشورهای دیگر چون عراق رخ بدهد. به باور ولی نصر توافق هسته‌ای زمینه را برای همکاری واشنگتن تهران در عراق علیه حکومت اسلامی داعش فراهم آورد. بدون برجام عراق دوباره میتواند به میدان جنگ نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی و امریکا تبدیل شود. تشکر میکنم سارا خانم عزیز، بسیار مطالب مهمی عمده ای. آقای نایی عزیز، آقای نایی فوق‌العاده بود. بکنم خود آقای نصر هم اگه میخواست خلاصه خوبی از مقاله خودش در بیاره به این قشنگی نمیتونست. خیلی فوق‌العاده بود نصر قشنگ. دستون در نکنه سارا خانم. آقای نایی معلوم میشه که نگرانی خیلی کمین پیدا کرده بین نیروهای میانجی و دلالهای جمهوری اسلامی. بله خیلی نگرانم، همه دارن. اصلا اومدن ظریف هم برای همین بود که این بخش از به اصطلاح طرفداران جمهوری اسلامی یا طرفداران دوستی با جمهوری اسلامی رو تقویت بکنه. دیدارهایی که داشت در میان، ببینید من یه چند نکته رو بگم. حالا مقادر اینه که کلن وقتی که یه نفر یه مقاله می‌نویسه می‌خوام بررسی کنیم به گذشته و که ایشون کی کاری نداشت باشه، تا که وقتی می‌رسه بعد ببینیم که آقای نصر از جمله کسانی است که همیشه خواهان دوستی با جمهوری اسلامی بوده. من چند سال پیش گزارشی از مطالب مختلف ایشون در مرور زمان تهیه کردم، همیشه ایشون این بود، میگه آقا مثلا برای مقابله با روسیه باید با جمهوری اسلامی دوست بشیم، برای آرامش در عراق باید با جمهوری اسلامی دوست بشیم، برای حل مسئله افغانستان با جمهوری دوست بشیم. منم نوشتم آقا پس منظور توی کعبه و بتخانه بهانه، منظور دوستی با جمهوری اسلامیه، اینا بهانه است. همیشه این حرف رو زدم. اول از همه باید اینها از خودشون سوال بکنن، آقای نصر و دوستانشون، که بالاخره حرفایی که شما تا کنون زدید، ادعایی که کردید، اگه غلط در اومده یه مقدار کلاهتون رو قاضی بکنید دیگه. یه بخشش همینه که تو همین مقاله میشون نوشته دوباره، که اگه فشار باشه و تحریم باشه و تهدید باشه تون را تقویت میشن. حرفی بود که در زمان اوباما، آقا ایشون مشاور بود در امور مسائل افغانستان و اینها، مشاور آقای اوباما بود آقای نصر. مگه شما نمیگفتید
که اگه با جمهوری اسلامی دوست بشید، سازش هسته‌ای بکنید، اعتدالگرایان و اصلاح طلبان میان بالا، تون را میرن پایین. خب اون چیزی که باعث شد که حسن روحانی، تازه در دستگاه خود شما حسن روحانی شد رئیس جمهور، سال 2013 بود، در اوج تحریم و فشار، یعنی تحریم و فشار باعث شد حسن روحانی اومد. اما موقعی که سازش هسته‌ای شده، دست جمهوری اسلامی تو پول راحت تر شده، خامنه‌ای و سپاه قوی تر شدن یا روحانی؟ خب نگاه کنید تو منطقه، نگاه کنید دیگه، ببینید کی قوی تره. بنابراین یه مقداری آقای نصر باید کلاهش قاضی کنه. دوم، به صدا توهمات یا عالم خب میگم دروغ هایی که دوباره هی تبلیغ میکنن به غرب، دارن میگن که اخو غرب دنبال این نیستش که مثلا حل مسئله هسته‌ای بکنه یا فلان فلان، دنبال تغییر رژیم. نه خیر آقای نصر، همین کره شمالی که با مردم خودش داره این کارو میکنه، مردم خودش رو به عصر حجر میخواد برگردونه، در گرسنگی نگه داشته، همین اگه بمب اتمش رو کنار بذاره همه باش رفیق میشن. با قذافی هم وقتی گذاشت کنار رفیق شد. تهدید جمهوری اسلامی واقعیه. شما نمیتونید با این حرفا و رنگ و لعاب دادن به تهدیدی که جمهوری اسلامی تهدید نیست، باعث آرامشی در منطقه است. این حرفا به درد جلوی دانشگاه ممکنه بخوره، به درد نماز جمعه ممکنه بخوره، به درد جلسات نایاک ممکنه بخوره. برای هورا کشیدن یه درد مماشاگرایان خیلی خوبه. به رئیس دانشگاه جان هاپکینز بخش مطالعات خارجیش آقای ولی نصر گفته با جمهوری اسلامی رفیق شیم، این خوبه یه حرفا، ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که علارغم تلاش شما، تهدید جمهوری اسلامی الیه اسرائیل و عربستان و دیگر کشور منطقه واقعیه، ناشی از افکار جان بولتون و دونالد ترامپ و بقیه نیست، واقعیه. یه واقعیتی که در مرور زمان خودشو داره نشون میده. اینو میخواید چیکار بکنید؟ برید گریبان جمهوری اسلامی بگیرید. چرا کارتون نشده که هی گریبان هر کسی تو کاخ سفید میگیرید؟ حتی تا سال 2012 که آقای اوباما وارد مذاکرات مخفی نشد، شما یقه آقای اوباما رو میگرفتید. میخوام بگم این حرفا رو چقدر باید اینا تکرار بکنن. بعدم آقای نصر، بخه مردم به سوتو اومدن تو ایران، مردم هن که تو خیابون صحبت تغییر رژیم میکنن. چرا این میخواد تغییر رژیم رو وصلش کنید با جنگ طلبان آمریکایی؟ مردم تغییر رژیم میخوان. چجوری باید اینو بگن؟ چطور باید بیان بگن؟ من نمیدونم این آقای ولی نصر واقعا آدم میمونه واقعا، که حالا من نمیخوام وارد خیلی مسائل بشم. چقدر آخه چقدر تو حق داری. من موندم آقای دایی، خب اینا بالاخره نیروهای تحصیل کردن، تبار ایرانی دارن، پدر مادر ایرانی هن، تحصیلاتی کردن، اینجا به جاهای خیلی مهم میرسیدن، خیلی نقشه ممتازی میتونستن داشته باشن در ایجاد فشار روی نیروهایی که مردمان خودشون رو زیر تیغ گرفتن، اونها رو آزار میدن، اذیت میکنن، شکنجه میدن، غارت میکنن. در تمام مقالات اینا اصلا جایی برای حقوق بشر نیست. این آقایون خیلی متمدن، ترتمیز، شیک، پاک و پاکیزه، فارغ التحصیلان دانشگاه‌های خیلی خیلی مهم، رفت آمد دارن با قشر برتر جامعه آمریکا، از ما بهتران، چرا حقوق بشر در تمام مقاله های اینها غائبه؟ چرا حقی برای نسرین ستوده قائل نیستن، نرگس محمدی قائل نیستن؟ مردم کوچه و بازار خودشون، ندا کجاست؟ دختران خیابان انقلاب توی این مقاله جاشون کجاست؟ حقوق بشر جاش کجاست؟ کارگرهایی که بهشون دوباره حقوق ندادن کجاست؟ سرکوبشون هم میکنن؟ جای مال باختگان کجاست؟ چرا که اشارتی نمیشه؟ چرا قد حقوق بشر داره تحقیر میشه، نادیده گرفته میشه، بهش بی‌اعتنایی میشه؟ آخه مگه شما انسان نیستید؟ مگه بویی از انسانیت نبردید؟ من تو داماد در سر سفره پدر مادرتون ننشستید؟ شما رو این چیزا رو به شما درس ندادن؟ یاد ندادن؟ چه وقتی درس میخورید نیم نگاهی هم داشته باشید به وضعیت معیشت مردمان خودتون؟ این همه گرفتاری که برای اونها پدید آوردن، آدمایی که فکر کنید ظرف این چند ماه اخیر 32 میلیارد دلار از کشور فرار کرده،
یعنی مردم رو جوشیدن دارن اون شایعه های آخر رو از جیب اونها خارج میکنه. دیگه آقای جوادی آمونی داره میگه یه از مهره های کلیدی روحانیت مقتدر حکومتیست در ایران، میگه عده پیشاپیش یا برای خودشون در بیرون از ایران ذخیره کردن. این حرف های این مسائل نباید جایی داشته باشه در این تنظیم و تحلیل های خیلی شیک شیک آلامود شما. آقای دایی ببخشید، خواهش من، واقعا درست میگید، واقعا آدم آقای میبودی عزیز دردش میگیره. آخه این جواد ظریف اومده، من نمیدونم، حالا بخشی از صحبتاشو بخشی از صحبتاشو خیلی دیدم این رسانه ها ترجمه کردن، باور بکنید منی که اینا رو دنبال میکنم و اینها، این میزان از وقاحت رو کمتر دیده بودم، چون اینا وقیه هم در دروغگویی و رنگ و لعاب دادن به چهره جنایتکار این حکومت اینا استانه. ولی این بار دیگه با وقاحت ظریف حرفایی داد که صدای خیلی در من. آخه آقای نصر و دوستان یک کلام نباید اعتراض بکنی، یک کلام نباید اعتراض بکنید. آخه میدونید چرا؟ به خاطر اینکه حد و مرزی با این حکومت نداره. این حکومت رو دشمن مردم ایران نمیدونن. دشمن فکر کنن تو کاخ سفیده، حالا هر کی میخواد باشه. دشمن تو آمریکاست. دشمن نتانیاهوه. آقا اون دنبال منفعت خودشه. اون میخواد امنیت کشور خودش رو حفظ بکنه. جمهوری اسلامی اگه کاری نداشته باشه، هم اسرائیل هم رفیق میشه. همین آقای نتانیاهو سال 96 اینجا دنبال آقای خاتمی، وقتی خودش شد آقای خاتمی 97 رئیس جمهور شد، نتانیاهو از اولین کسانی بود که فشار می آورد که رفیق بشین. خود آقای نخست وزیر فقیر اسرائیل اسحاق رابین، خود آقای امیر احمدی میگه، اون عضو هیئت مدیره ارشد شورای امیر احمدی، اون آقای تامس پیکری بود رئیس شرکت بوئینگ، معاون وزارت خارجه، سفیر آمریکا در اسرائیل، میگه که وقتی که به اصطلاح آغاز دهه 90 رفسنجانی اومد و شروع کرد صحبت اعتدال، میگفت یکی از کسانی که جد از اون موقع به طور جد دنبال این بود که آمریکا با جمهوری اسلامی بسازه، آقای اسحاق رابین بود، حمایت میکردن اگه یه گام برداره. بنابراین دشمن نه تو تلاویو، نه جنگ طلبان آمریکا، دشمن حکومت ایرانه. آخه یه مقدارم تو این حساسیت شما نشون بدید. وقتی ظریف اومده، من دوستم به جای این همه مقاله یه بارم گریبان اینو بگیرید، به جایی که صف بکشید همتون بخواد برید دیدنش. آخه یه مقدار اینا رو باید حساب پس بدین. آقای حسین نصر پدر بزرگوار ایشون فیلسوفه، خب باشه که هست، از این فیلسوفا ما زیاد داشتیم. وقتی نامه می‌نویسه مقامات جمهوری اسلامی که زودتر به من پول بدید یک کرسی در دانشگاه جورج واشنگتن را بندازم، آخه اینا میدونی شما یعنی حد و مرزی نیست. چون به روابط حسین صدر رو با صادق خرازی سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه و قبل از اون تو آمریکا معاون کمال خرازی بود، همکار جواد ظریف، برید نگاه بکنید ببینید اصلا هیچ حد و مرزی با حکومت ندارن اینا. اینه مشکل، اینه مشکل، اینه که شما سوراخ‌ها رو گم کردید، دشمن رو گم کردید. شما حکومت رو دوست میدونید، دنبال دشمن در تل آویو و کاخ سفید میگردید. اشتباس. تشکر میکنم. از منزل آگهی عبور کنید، بر بگردیم با شما هستیم، بیزونید با ما تماس بگیرید. فقط تمنا میکنم کوتاه و مفید و مختصر ادای مقصود بفرمایید که ممنون میشم و سپاسگزار. باز بگردیم. از این لحظه برنامه در اختیار شماست. هزینه یک نهاد انگلی در ایران، یعنی شورای نگهبان، که هم یکی از دهات‌های سرکوبه، هم یکی از موانع جدی برای هر نوع. هر ساعت یه میلی، هر 84 ساعت یک میلیارد تومانه، تقریبا میشه حدود هر ساعت 12 میلیون تومان، ساعتی 12 میلیون تومان هزینه این نهاده که از 30 سال پیش همیهنانم این دستش در خزانه مردم مملکت ما بوده و مدیر و رهبر مادام العمرش هم آقای جنتی است که الان حدود 92 سال در آسان 93 سالگی است. بریم خطوط تلفن قد شماره 2. درود بر شما، بفرمایید. آقای میبودی قربان شما، بفهم در خدمتتونم. روز بر شما آقای دایی.
آقای مهمودی، من تعجب میکنم که شما در از این حکومت میخواین که پیکر مومیایی رضا خان رو شکلیش کنن اون شکل. اونا تا الان اونو خوردنش آقای مهمودی. شما اینا رو هنوز نشناختین بعد 40 سال. زمانی که نگاه کردین دیدین خلخالی داره چیکار میکنه، اونایی که اون بالا بودن داشتن با دندوناشون، حتی با دندوناشون داشتن سقف اونجا رو اینجوری میکندن، اون وقت شما میخواین اونا احترام قائل باشن؟ واقعا من اصلا متوجه نیستم آقای مهمودی، جدی دارم میگم، بعد 40 سال هنوز این آدمخوارا رو شما نشناختین؟ باشکم ممنون. درود بر شما. بفرمایید. مهودی. سلام قربان، در خدمتتون. بفرمایید. سوالی داشتم از مهمان برنامه‌تون جناب آقای دایی. با توجه به تظاهراتی که در 9 دی برگزار شد و مردم ریختن بیرون، یکی از امکاناتی که آمریکا اعلام کرد در اختیار ملت ایران میذاره استفاده از اینترنت آزاد بود و صحبت‌هایی هم در اون زمان شد. بله. ولی از اون زمان به بعد من ندیدم حقیقتاً هیچ ارگانی یا هیچ گروهی یا هیچ حزبی یا هیچ جنبشی در خارج از ایران پیگیر این قضیه باشه. سوال من از جناب دایین بود که این وظیفه کی هست؟ چه گروهی باید از آقای ترامپ و کابینش بخواد که آقا این اینترنت آزاد برای ما ایرانی ها مثل اکسیژن و مثل، چون ما در دنیای مدیا و در دنیای اینفورمیشن زندگی میکنیم، بسیار این قضیه مهمه. کی باید این رو از کاخ سفید بخواد؟ چه گروهی، چه جناحی؟ من حقیقتا در طی این چند ماه ندیدم کسی این درخواست رو داشته باشه. از قدیم میگفتن تا بچه گریه نکنه شیرش نمیدن. خیلی ممنون و متشکر از برنامه. درست، مثال جالبیه. عرض کنم که هموطن عزیز، همه مطالبی که فرمودید درسته و بیشتر شعار بود، بیشتر حرف بود. این حرفا اینترنت مجانی به این سادگی نیست، خیلی باید تدارکات داشته باشه، ولی قابل اجراست. کمک کردن به همین که در ایران نتونن فیلتر بکنن، مردم دسترسی آزاد داشته باشن، یکی از وظایف اصلی همه گروه اپوزیسیون. حالا کی باید بکنه؟ خب ما یه ضعف اساسی در مورد این داریم که بالاخره ما ایرانی‌ها که در خارج کشور هستیم، که اینجور نیستش که حالا همه تماس داشته باشیم با کاخ سفید و مقامات دولتی و غیره بریم بگیم. نیست. الان تو کنگره آمریکا خب یکی دو گروه هستن فعالیت میکنن، مجاهدین علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنن، نایاک هم در طرفداری از جمهوری اسلامی فعالیت میکنه، ولی نیازه که همه هموطنان فعال بشن در این زمینه. مثلا شما فکر کنید اگه همه هموطنان فعال بودن، ما همه اکثریت جامعه ایرانی که ضد این حکومت فعال بودن، آقای ولیعهد نصر نمیتونست مقاله بنویسه بگه که تغییر رژیم کار جنگ طلبات. میدونید که نه، ما همه ایرانی ها دارن میگن تغییر رژیم. در مورد اینترنت هم من پیشنهادم اینه که اولا همه گروه هایی که تجمع میذارن برای آینده ایران و فردای ایران و چجوری انتخابات باشه، چجوری رفراندوم باشه و دوران گذار و اینا، همه خوبه، ولی در مورد الان هم این مسئله رو بزنن در جزء خواسته هاشون، در رسانه های آمریکایی و اروپایی مطرح کنن، در دیداران مطرح کنن تا به خواست همگانی تبدیل بشه. متاسفانه ضعیفی من وطن هست، باید این کار رو انجام بدیم. همه باید بیان وارد، اینو یاد نگرفتیم که برن همه دیدار بکنن، بیان وارد این فضا بشن. کسی هم که بره همه بهش انتقاد کنن، آخ رفتی با آمریکایی‌ها تماس گرفتی، آخ چه بده، آخ با باید همه بکنن، همه باید یاد بگیرن بکنن و این خواست رو ما جلو ببریم. یکی از خواستهای اساسی همین مسئله اینترنت ملی، اینترنت آزاده بود. درود بر شما. بفرمایید. درود. خواستم از این سو سوال کنم، امکانش هست براتون از آقای ایرج مصداقی دعوت کنید توی برنامه‌تون؟ ممنون میشم جواب از دلیزه میشم. تشکر میکنم، ایشون قبلا بودن حتما درنده، چرا نه، با کمال میل. درود بر شما. بفرمایید. درود بر شما. بفرمایید. درود. بفرمایید قربان. شما آقای مهمودی. بفرمایید. درود به مهمانتون آقای دایی. تشکر از روشنگریاشون. من به نکته که آقای دایی تحکیم در ابتدای برنامه که در رابطه با مناظره و اینکه نباید مناظره کرد و اینکه ما ایرانیان خارج از کشور که دشمن مشترک داریم چیکار بهتر هست بکنیم،
هم نکته بسیار دقیق و مهمی هست. بعد از 38 سال و 39 سال تجربه‌ای که ما داریم این هست که اگر دشمن مشترک داریم بین خودمون با هم فقط باید تشویق بیشتر بکنیم برای مبارزه بهتر با رژیم آخوندی در ایران، و این که جلوی همدیگه بپیچیم و به همدیگه توهین بکنیم فکر کنم در این در مسیر خواسته های رژیم خواهد بود و توطئه هایی که برای شیطان سازی از سازمان های مخالف خودش و گروه های مخالف خودش دارد. از توهین به هیچ کس، مخصوصا سازمان های جدی که این رژیم خودش اعلام کرده که از جدی ترین مخالف های نشه هست که داخل ایران منافقین میگن ولی سازمان مجاهدین هست و ملی مقاومت هست، من از توهین به این سازمان ها فکر میکنم جاش در امروی شما نباید باشه. و از کاری که از آقای دایی دارم این هست که الان 12 می سیاست آمریکا در مورد برجام اعلام خواهد شد، چی کار ما بهتر هست که بکنیم؟ و رژیم خب طی خبرسازی های مختلف میکنه به خبرهای جانبی اهمیت میده که دست پا زدنش در این دوران مخفی بکنه. ما چی کار بهتر هست بکنیم که برای رفتن این آخوندها قرمی مصبت باشید؟ تشکر میکنم، ممنون. آیده این کتابه فهمید چون داری میرسیم. بله من بیرونی هم وقتا خب این بحث قسمت دوم سوالتون که خب طولانیه در دفعات بعد، ولی درست میفهمید. همین ببینید همه کسانی تو همین برنامه آقای میبودی که چند روز در هفته هست، خب نظرات مختلفی همه ما داریم، ولی ما این نظراتمون رو میایم با دیدگاه های مختلف میایم میگیم که چیکار بکنیم که این جمهوری اسلامی بره، چیکار بکنیم به جامعه بهتر، جامعه آزادی بیاد. یعنی از با دیدگاه های مختلف بیام روی این متمرکز میشیم و میشیم. حالا گاگای ممکنه من یه حرفی بزنم خارج از این حیطه باشه یا دیگران بزنم، ولی در مجموع اینه که آقا با افکار مختلف ما چطور مقابله بکنیم با جمهوری اسلامی، کمک بکنیم به مردم. بحثایی که گذشته چی بود و چرا انقلاب شد و تقصیر روشنفکر بود و نبود و نظام سلطنتی چقدر مسئولیت داشت و کی، اینا در یه حدی که برای آیندهمون درس میشه خوبه ها، ولی اگه حدی که بگذره میشه گریبان گیری، میشه گناه کرد، میشه عقده خالی کردن، گریبان همو بگیریم که آقا باید بیا معذرت بخواد. اون یکی میگه نه تقصیر تو بوده، تو باید بیا معذرت بخواد. خب آقا اینقدر دعوا بکنیم تا این حکومت رو 40 سال دیگه ویران که شده این حکومت بریم تو کویر لود اون موقع اختلافمون رو با هم حل کنیم. باشه. من میگم اختلاف نظر خیلی هم خوبه، لازمه برای ایران، ولی این با دیدگاه مختلف چگونه کمک کنیم که حکومت بده. تشکر میکنم. درود بر شما، بفرمایید. الو. آقای شجره درود بر شما. مهندس شجره. شما خوب هستید. صداتون رو شناختم. بینندگان عزیز، مطلبی عنوان شد توسط یکی از بیننده ها در رابطه با اینترنت در ایران از طریق آمریکا. بله. یه توضیح مختصر من میدم و در توضیح کاملش در یه برنامه آینده، چون میدونم وقتتون الان داره تمام میشه. اولا آقای ترامپ خواستار قلبی خودش رو همیشه بدون اینکه تحقیق بکنه عنوان بکنه که چندین بار داره کرده، ولی خب این آدم دل خودش ایجاد میخواد این رو عنوان بکنه قبل از که تحقیق کنه. اینترنت از طریق ماهواره برای ایران امکان پذیر هست، ولی احتیاج به ایستگاه های لوکال داره. و اگر بخواد ایندیویژوال مردم مصرف کنه گیرنده های خیلی عجیب غریب و عظیمی میخواد، آنتن میخواد، دیش میخواد. این برای ریپورترها به درد میخوره که با وسیله برن و این کارو بکنن، ولی به درد آدمای معمولی نمیخوره. برای اینکه باید حتما لوکال استیشن داشته باشه، اونجا بگیرن رو در لوکال با فرکانس دیگری پخش بکنن. ولی این که ایشون گفتن پیگیری، ما پیگیرش هستیم دقیقاً، و حتی در این انیوی شو که باز امسال برقرار بود در لاسوگاس برای الکترونیک، ما در اونجا باز این عنوان کردیم با آدم متخصص که راهی پیدا بکنیم که این کار رو بتونیم عملی بکنیم. ولی این کار به سادگی با همین بیان و احترام امکان پذیر نیست، ولی پیگیرش ما هستیم. اعلام نمی کنیم زمانی که به نتیجه برسیم که اقلا چیزی که گفته باشیم عملی باشه. بعد همین مختصر رو گفتم، توضیح کامل رو بعد از خیلی لطف کردی آقای شجره، خیلی ممنون از توضیحات فنی که دادید و همه دیگه حالا شیرفهم شدیم، سپاسگزار. آقای دایی تشکر میکنم از حضور شما. سکان سارا خانم ایرانی سپاسگزارم. امیر شورتی عزیز ممنون. مهندس صدرالدین شجره برنامه رو همیانانم
مهندس امیر شجره برنامه رو به پایان می‌برم.